مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. با سلام، با مهمترین ها از یک خوش آمدید سرخط خبرها. توقف سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان، چه عواملی باعث شد که امسال هیچ سرمایه گذار خارجی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری به افغانستان نیامد؟ تا هنوز کابینه اعلان نشده و بعضی طرز تفکرهای مختلف وجود داره و از طریق این تاثیر کرده بلای امنیت خراب شده. دو فرد انتحاری در کابل نتوانستند به هدف برسند. کودک 13 ساله بازداشت شد و کلانترش در ده سبز خود را انفجار داد. کابل تا بسوئلا ری کابل مسو کاپیراندی او د غزنی خلکم کاپیراندی او غزنی که او دغه جک دوار جنې کو به زمین والو زوی او تاسو بیا جنت ته زه. نوامنی های برخواسته از جنگ بر سر معدن لاجورد در بدخشان، یک عضو مجلس و یک فرمانده جهادی در این جنگ دخیلند. انتقاد از سیاست‌های نادرست شبکه استخباراتی پاکستان، نوامنی‌های اخیر پاکستان و افغانستان از عملکرد آی‌اس‌آی است. این آتشی که امروز دیش مردم مظلوم همجوار و برادرای ما در پاکستان و همجوارهای ما می‌سوزند، آتشی است که رهبرای خودشان برافروختند. و آغاز فصل تازه روابط آمریکا با کیوبا. کیوبا خواستار برطرف شدن تحریم‌های وضع شده از سوی آمریکا است. شامتان بخیر. با این مجموعه خبری با تازه ترین رویدادها از کشور و جهان با شما هستیم. من جمال ناصر فرهمند هستم و من رامین سالک با خبرهای ورزشی در این ساعت. مشروع خبرها. امسال هیچ سرمایه گذار خارجی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری و یا آغاز سرمایه گذاری های جدید به افغانستان نیامدند. اتاق تجارت و صنایع میگوید که مشکلات انتخاباتی امسال و حالا افزایش نوامنی ها و معرفی نشدن کابینه سبب شده است تا سرمایه گذاران خارجی افغانستان را گزینه مناسب برای سرمایه گذاری هایشان ندانند. تمیم شهیر گزارش میدهد. جذب سرمایه گذاری های خارجی و یا داخلی در هر بخش که باشد سود می آورد. هر کشور به شمول افغانستان تلاش می کند این گونه سرمایه گذاران را تشویق کند. اما امنیت و راهکارهای ساده برای سرمایه گذاران یک نیاز جدی است که بر تصمیمشان مهر تایید می گذارد. نزدیک به نو ما می شود که هیچ سرمایه گذار خارجی حتی برای بررسی فرصت های سرمایه گذاری به افغانستان نیامدند. در حالی که پارسال سرمایه گذاران امارات، استرالیا، هند، جمهوری چک، قطر، آذربایجان و دیگر کشورها به افغانستان آمدند تا در بخش‌های هوانوردی، ساختمانسازی، ترانسپورت و راه‌آهن سرمایه گذاری کنند. تا هنوز کابینه اعلان نشده و بعضی طرز تفکرهای مختلف وجود داره و از طریق این تاثیر کرده بلای امنیت خراب شده. شما می‌بینید که امنیت از پارسال که خراب هستند. یک قدر مشکلی که ما علی داریم پارسال نداشتیم. به می اساس تا اگر زمین سازی نشود سرمایه‌دار خارجی دل خود چیز نمی‌کنند، یعنی نمین. سرمایه گذاران خارجی که پارسال و سالهای پیش از آن تصمیم سرمایه گذاری در افغانستان داشتند تا حال درکشان نیست. شاید ناامنی های روز افزون در شهر کابل آنان را واداشته است تا بر تصمیمشان تجدید نظر کنند. سرپرست وزیران هم هیچ برنامه‌ای برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران ندارند. مقصر هم نیستند، چون می‌دانند که پس از مدت کوتاهی از سمتشان برکنار می‌شوند. متأسفانه در اثر نبود یک برنامه روشن سرمایه‌گذاری و پالیسی‌های معین سرمایه‌گذاری و چگونگی مسئله مایه و غیر مایه،
و عدم روشن کردن مزیت های نسبی ساعات چی جغرافیایی چی ساعات سکتوری افغانستان در حقیقت خارجی ها در یک سرمایه گذاری خارجی در یک تاریکی قرار گرفتن و سرمایه گذاری خارجی در افغانستان حتی ریسرچش میره که مدبان بس گریبه. در صورتی که وضعیت سرمایه گذاری به همین گونه ادامه یابد، افغانستان سال آینده بدتر از امسال به مشکلات بودجوی روبرو خواهد شد، زیرا تا حال هیچ حرکت در سرمایه گذاری های تازه صورت نگرفته است. در حمله انتحاری امروز در ولسوالی دهسبز کابل یک افسر پلیس کشته و سه سرباز دیگر پلیس زخمی شدند. وزارت امور داخله میگوید حمله کننده انتحاری قصد حمله بر یک مکان مزدحم در شهر کابل را داشت که بر بنیاد اطلاعات پیشین زیر پیگرد پلیس قرار داشت و شناسایی شده بود. سجاد محمدی با جزئیات بیشتر. هومه کابل، روستای ترخیل ولسوالی دهسبز. انتحار کننده سوار بر موتر سراچه پر از مواد انفجاری قصد داشت خود را به شهر کابل برساند. پلیس اما انتحار کننده را شناسایی کرده و هنگامی که میخواست او را بازداشت کند خود را منفجر کرده است. افرادی که با نثار کردن جان خودشان شاید جان ده ها هموطن غیر نظامیشان را نجات دادند. همزمان سر واسطه این تاریک مشکوک میشه نیروهای کشفی ما، انفجار صورت میگیره، یک افسر ما شهید شده و 3 نفر زخمی است. نیروهای امنیتی بیشتر هم به محل رسیدند، از پلیس گرفته تا امنیت ملی و ارتش دست به ماشند تا مانع رویداد احتمالی شوند. اما شاید اینکه چه کسانی باید بررسی محل رویداد را بر عهده داشته باشد سبب اختلاف های میان آنان میشود. روستانشینان ترخیل هم صبحشان را با صدای این انفجار آغاز کردند. یا خطرناک آواز تر غوغونو شو دی سحر و نیم بجه شاوخوا او کله چې موږ ساحه ته راغلو دا ټول خلک هم راغلي دی وی ګوري دلته یو پولیس رینجر باندې او 14 سوی دا درې څلور تنه پولیس لمنځ ته لیدي او یو رینجر هم تخریب شوی دی. این میدان فوتبال که شاید روزهای پیش مکان برای ورزش کودکان و جوانان این روستا بود حالا پر از پارچه های بدن و آهن پاره های موتر مهاجم انتحاری است. حتی حالا میدان های ورزشی هم از حمله های هراس افغانان به دور نیست. 3 سرباز پلیس که در این رویداد زخم برداشتند به بیمارستان ایمرجنسی انتقال یافتند. از این میان وضعیت یکی آنان بسیار وخیم گفته می شود. با آن هم حسین یکی از این سربازان از اراده قاطعش برای دفاع از کشورش سخن می زند. تا که خون در رگای ماست از بجه بجه وطن خود دفاع می کنیم و این انفجارات را ایمار نمی گیرد. انشالله به سزای اعمالشون خاطر ساندیم. موږ هدایت دا اوسې ډېر کوشش وکړئ که چیرې وکړی سئ په شکل د اشکالو هغه تکتیکي او مسلکی اساسات په نظر کې ونیسئ که وکولی سو چې دی زخمی سي او د موږ لاسته راسي. این روزها بسیاری ها 1001 آرمان به دل به گونه ناگهانی به زیر خاک می روند. رویدادهای هراس افغانی هر روز از مردم افغانستان قربانی می گیرد و دامنه قبرستان ها هم هر روز گسترده تر می شود. سرنوشت که مردم افغانستان با آن روبرواند. سجاد محمدی، تلویزیون 1، روستای ترخیل ولسوالی دهسبز. یک کودک 13 ساله که میخواست در کابل انتحار کند پیش از حمله بازداشت شد. ریاست امنیت ملی در خبرنامه گفته است این کودک 1.5 ماه در بیرون از افغانستان شیوه انجام حمله انتحاری و نظامی را آموزش دیده است. به گفته امنیت ملی این کودک میخواست در یکی از بخش های مزدحم شهر کابل مواد همراهش را انفجار دهد، اما پیش از رسیدن به هدف با فرد انتقال دهنده اش در ناحیه 5 شهر کابل بازداشت شد. کابل ته بس ویلاړی، کابل هم کاپیران دي او د غزنی خلک هم کاپیران دي. په کاپیرانو باندې هم ځان هغه کوو، په هر چا چې هغه کوم هغه به کوي. ایسته وایي په جم خلک وو او که ګڼ خلک وو بس وایي ځان به پکې والوزوي، او غزنی کې او دغه چې دواړو جینې کې به ځانونه والوزوي. او وایي تاسو بیا جنت ته ځئ، په دې وایي تاسو جنت ته ځئ او ثواب هم ډېر وسي، وایي جنت ته پې ځئ. بخشی از خشونت ها در بدخشان بر سر منابع طبیعی است. یافته های تلویزیون 1 نشان می دهند که هموکنون معدن لاجورد بدخشان به گونه غیر قانونی از سوی گروه های مسلح غیر مسئول استخراج می شود. زلمه مجددی عضو مجلس نمایندگان از بدخشان و یک فرمانده جهادی به نام فرمانده ملک در این قضیه دخیل هستند. هر دویشان افراد زیاد مسلح غیر مسئول دارند. بر بنیاد یافته های تلویزیون 1 نقش این افراد مسلح غیر مسئول در افزایش ناامنی های بدخشان نیز مشهود است. ولی آریان گزارش می دهد.
پهلوهای جنگ بدخشان نبردی با حراس افغانی تا مواد مخدر و جنگ بر سر استخراج غیر قانونی معدن. بدخشان سرشار از منابع طبیعی است. لاجوردش معروف دنیا. حداقل در سالهای پسین هرگز افغانستان از این داشته های با ارزش بدخشان سود نبرده است. یافته های تلویزیونی یک نشان می دهند که استخراج لاجورد بدخشان به دست تفنگداران غیر مسئول افتاده است. این تفنگداران به گونه غیر فنی و به زور لاجورد را بیرون می کشند، چیزی که مقام های ولایت بدخشان نیز آن را تایید می کنند. شرکت هم کار کرده نمی تواند، چون معدن فعلا در دست افراد مسلح غیر مسئول است. 150 نفر در اوجا مسلح با سلاح‌های ثقیل خفیف معدن در دست دارند، استخراج میشه معدن و حکومت هم امو ریالیتی خود که 10% هست این امور میگیره و بالاخره سنگ به شکل غیر منظم به شکل غیر فنی استخراج میشه و امو آیدی از او هم در دست امو افراد محلی قرار میگیره و تجاری که سنگ به بیرون انتقال میتن. بر بنیاد یافته های تلویزیونی یک در این کار دو گروه دست به کار هستند. یکی صلاحداران سلمه مجددی نماینده ی مجلس نمایندگان از بدخشان، دیگری به نام فرمانده ملک از فرماندهان پیشین جهادی. سلمه مجددی بالاتر از 200 صلاحدار غیر مسئول زیر نام پلیس محلی دارد، اما فرمانده ملک نزدیک به 200 صلاحدار، افرادی مجهز با جنگ افزارهای سبک و سنگین. پیش از این سالهای دراز افراد وابسته به آقای مجددی لاجورد را استخراج می کردند، اما اکنون فرمانده ملک این کار را می کند. معدن باید از گیر افراد بیرون شود، چون سبب کشت و خون بیشتر می شود. او طرف یک تعدادش تصور می شود تبلیغ علیشانی است که اینا مربوط طالب هستند، در حال که واقعیت همونتون از جنگ بر سر معدن و منابع است، مربوط طالب ها نیستند. معدن لاجورد بدخشان در ولسوالی کران و منجان قرار دارد. سهران فرمانده ملک برای این معدن لاجورد را در اداره اش آورده است که از همین ولسوالی است و این را حقشان می دانند. مردمان کران و منجان هم سخت طرفدار این فرمانده هستند. افراد محل ولسوالی کران و منجان اونها آمدن و معدن در تصرف خود قرار دادن که فعلا معدن از طرف اهالی کران و منجان به شکل غیر قانونی استخراج میشه. امایت ها افراد مسئله غیر مسئول هستند و اینها رفتن معدن گرفتن، دلیلشان هم است که ساحه ماست و اینجا زمین وجود نداره. نبرد بر سر به دست آوردن معدن لاجورد پیشینه ای در بدخشان داشته است. چند روز پیش در تازه ترین درگیری میان هر دو گروه مسلح غیر مسئول 8 سرباز پلیس کشته شد. درگیری برای تصرف معدن لاجورد. زلمه مجددی نزدیک به 300 سرباز به نام پلیس محلی دارد، افراد مسلح غیر مسئول. یک فرد دیگر به نام فرمانده ملک است، او هم افراد مسلح غیر مسئول دارد. درگیری پیشتر هم که 8 سرباز پلیس کشته شد میان افراد مجددی و فرمانده ملک صورت گرفته بود. مجددی میخواست معدن لاجورد را از نزد فرمانده ملک در تصرف بیاورد. اینها نیز در افزایش جنگ و نارامی های بدخشان نقش دارند. پاسخ زلمه مجددی را نتوانستیم در این زمینه داشته باشیم. سال پار استخراج لاجورد با شرکت لعل بدخشان قرار داد شد. بر بنیاد این پیمان 10% درآمد آن باید با حکومت برسد. اما تا اکنون این شرکت هم نتوانست است کارش را آغاز بکند. ظاهراً علت آن ناتوانی ها برای پسگیری از صلاحداران غیر مسئول است. حکومت نیز برای این کار داشتن نیروهای زیاد را نیاز می داند. آنچه که ممکن به نظر نمی رسد. تنها بدخشان نیست که منابع طبیعیش را زورمندان استخراج می کند. در بیشتر بخشی از کشور این معضل از پیش وجود داشته است. آتشی را که نظامیان پاکستان افروختند خود در آن می‌سوزند. جبهه ملی نجات افغانستان تاکید دارد که عامل خشونت‌های اخیر در پاکستان و افغانستان شبکه استخباراتی پاکستان و جنرالان این کشور می‌باشد. اکنون به تازگی جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان گفته است ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در افغانستان و توسط حامد کرزی و استخبارات هند پشتیبانی می‌شده است. بشیر احمد قاسانی گزارش می‌دهد. افزایش خشونت‌ها در افغانستان و پاکستان روابط دو کشور را به تیرگی کشانیده است. در اینجا در کابل باورها بر آن است که عامل تمام خشونت‌ها در منطقه شبکه استخباراتی پاکستان است. این آتشی که امروز داشت مردم مظلوم
همجوار و برادرای ما در پاکستان و همجوارای ما میسوزند، آتش است که رهبرای خودشان برافروختند. این آتش است که آیسای در رأس و دیگر سردمداران اینجا و بعض از علمای جاهل پاکستان، ما علمای عالم و صادقشان را نمیبینیم، علمای صادق از اینا هم قربانی از این توطئه ها شدن. این آتش را برافروختند و در آتش ملت افغان و ملت پاکستان هر دو میسوزند. اما در آن سوی مرزها پرویز مشرف که زو بنام بزرگترین آتش افروز در منطقه یاد می شود گفته است کمله طالبان بر یک مکتب در پشاور کار ملا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی است که توسط استخبارات و حکومت حامد کرزی و استخبارات هند پشتیبانی می شده است. آیا شما می دانید ملا فضل الله کیست؟ ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان است که در افغانستان به سر می برد. من به گونه کامل یقین دارم که وی توسط حکومت کرزی و استخبارات هند حمایت می شد تا حملات را در پاکستان انجام دهد. من به گونه کامل یقین دارم که استخبارات افغانستان می داند که او در کجاست و در کجا پناه برده است. پس چرا پاکستان را کمک نمی کند تا وی بازداشت شود؟ اما در 13 سال گذشتم واره ثابت شده که پناهگاه اصلی عراس افغانان مراکز تمویل و تجهیز آنها در پاکستان بوده است. اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در آن کشور به قتل رسید، اما پرویز مشرف این را نمیپذیرد. مشکل این است، حراس افغانانی که در افغانستان حملات را انجام می دهند به پاکستان پیوند می دهند، اما حراس افغانانی که در افغانستان هستند و حملات را در پاکستان انجام می دهند آنها را به خود پیوند نمی دهید. چرا پاکستان را کمک نمی کنید؟ چرا از آنها چشم پوشی می کنید؟ افغانستان ابدا به هیچ کشوری تجاوز نکرده و هیچ وقت عملیات انتحاری و عملیات تروریستی را تشویق نکرده. به باور آگاهان اگر کابل و اسلام آباد برای مبارزه مشترک و صادقانه با عراس افغانی به توافق نرسند، به زودی آتش عراس افغانی فراگیر خواهد شد و هیچ خوب و بد را نخواهد شناخت. مقام های پاکستانی هشدار می دهند اگر افغانستان ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان را که عامل اصلی کشتار دانش آموزان پشاور است به این کشور تحویل ندهد، اسلام آباد خود دست به کار خواهد شد. همزمان با این راحل شریف رئیس ارتش پاکستان جزئیات دیدارش با رهبران افغانستان را به نخست وزیر پاکستان در میان گذاشته است. آگاهان در افغانستان باور دارند که پاکستان سیاست تازه را برای زیر فشار آوردن حکومت جدید افغانستان روی دست گرفته است. سلیمان مستمن گزارش می‌دهد. هشدارهای پاکستان برای افغانستان. دو روز پیش حراس افغانان بر یک مکتب نظامی در پشاور پاکستان حمله کردند. حمله گروهی که پای رئیس ارتش پاکستان را به کابل کشاند. پس از دیدار رئیس ارتش پاکستان با رئیس جمهور غنی، ارتش پاکستان اعلامیه ای را درباره این دیدار به نشر رسانده که آیسف نیز تعهد کرده که عاملان رویداد پشاور را بازداشت خواهد کرد. در این نشست موضوعات مربوط به وضعیت امنیتی در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان و حمله اخیر در شهر پشاور مورد بحث قرار گرفت. فرمانده کل نیروهای بین المللی نیز تاکید کرده است که آیساف در راستای مبارزه با حراس افغانی و بازداشت عاملان رویداد پشاور تلاش خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان نیز تاکید کرده که زمان صداقت فرا رسیده است و باید اقدامات مشترک بر ضد حراس افغانی و افرادگرایی صورت گیرد. رسانه های پاکستانی با نقل از مقامات پاکستان گزارش کردند در صورتی که دولت افغانستان در این زمینه اقدام نکند و ملا فضل الله رهبر تحریک طالبان پاکستان را تسلیم اسلام آباد نکند، پاکستان خود دست به کار خواهد شد. اسلام آباد خواستار اقدام سریع کابل در مقابل تحریک طالبان پاکستان در ولایت های شرقی کنر و نورستان است. در صورتی که دولت افغانستان در این زمینه اقدام نکند، پاکستان تمام راه های ممکن را مورد بررسی قرار خواهد داد. هشدارهایی که با واکنش تند شهروندان افغانستان روبرو شده است. پایتخت نشینان میگویند حراس افغانی از بطن پاکستان به میان آمده و خود کرده را نه در دست و نه درمان. جای شرم و خنداور است. توریسم مرکز است در پاکستان. مرکزش آیسای رهبرش پدری توریسم. هم روز 16 17 18 امر تیاری که در افغانستان شد. یز گجا آمد. این کلش در پاکستان بود، در پشاور بود، در دیگه بود، با یک امتیاری که برادر یا امتیاری توریستی، عمله توریستی در پشاور شد برادر لویدرستیش میاد در اینجا برادر صداش هم میکشه. نه انتحاری داریم، خود ما قربانی انتحاری در افغانستان هستیم. روزانه دخترها، اطفال، تمام نوجوانای ما شهید میشن. کسی هست که از ما بازخواست بکنه؟ نه. پس ما قربانی انتحاری هستیم، نه ای که ما انتحاری بفرستیم.
همزمان با این آگاهان میگویند پاکستان تلاش دارد تا حکومت جدید افغانستان را زیر فشار قرار دهد و این هشدارها نیز میتواند به نحو اعلام جنگ باشد و نیاز است حکومت افغانستان به جدیت در این زمینه عمل کند. در کشوری که تمام دنیا دیگه وجود دارد، همه اروپا وجود دارد، با چطور شده میتواند که مرکز تروریسم باشه برای و در جایی که مردم برای امهای تروریسم آمده. بنان صرف و صرف یک بهانه است برای از که دولت جدید در افغانستان به وجود آمده، برای از که زیر فشار قرار بده، برای از که در آینده اونا را تهدید کرده باشه، برای از که یعنی بر ضد پاکستان اگر پاکستان هرچی بکنه هیچ نوع اقدامی نکنه. همزمان با این طالبان پاکستانی تصاویر مهاجمان را که به مکتب در پاکستان حمله کردند پخش کردند. این ده تن کسانند که 3 روز پیش نزدیک به 300 تن دانش آموز را کشته و زخمی کردند. پس از این حمله نظامیان پاکستان مهاجران افغانستان را در پشاور به شدت زیر فشار قرار داده و برخی از این مهاجران را نیز بازداشت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک گروه 5 نفری آدم ربایان خبر می دهد که یک کودک 12 ساله را ربوده بودند. این نهاد امنیتی با پخش خبرنامه می نویسد که آدم ربایان این کودک را 20 روز پیش از ساحه تایمنی شهر کابل رو بوده و در ولسوالی پغمان و شهر چاریکار نگهداری می کردند. منبع افزود آدم ربایان در بدل رهایی این کودک $200,000 تقاضا کرده بودند، اما در یک عملیات ویژه نیروهای امنیت ملی از چنگ آدم ربایان رها و خانوادش تسلیم داده شد. 11 بجه از چارهای تایمنی سابقه از سرک 14 از 200 متری خانه ما مرا اختطاف کردن، شب در طلبک بردن، شب دو نفر بودن، شب اول مرا در پغمان بودن، بعد از اون شب دوم مرا در چارکار آورده بودن که وقتی که با پدر ماشان صحبت میکردن مرا میگفت تا گریان که بگو که ما مرا در شب درست شده در چه هستیم. و آخرین خبر این که روابط آمریکا و کیوبا پس از نیم قرن دوباره احیا خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که کشورش خواستار گسترش روابط نیک دیپلماتیک با کیوبا است و از کنگره آمریکا می‌خواهد تا تحریم‌های وضع شده بر این کشور را برطرف کند. در این حال رئیس جمهور کیوبا تاکید می‌کند این روابط در صورت احیا خواهد شد که آمریکا تحریم‌های وضع شده 50 ساله بر این کشور را برطرف کند. خوش آمدید به خبرهای ورزشی این ساعت. مسابقات مویتای انتخابی تیم جوانان و نوجوانان کابل امروز با اشتراک 172 ورزشکار در کابل آغاز شد. در این مسابقات 32 تیم از 24 باشگاه برای 3 روز رقابت میکنند تا فدراسیون مویتای 32 تن را با تیم منتخب جوانان و نوجوانان انتخاب کنند. از سوی هم قرار است مسابقات انتخابی تیم جوانان و نوجوانان به عنوان کابل در هفته آینده با حضور ورزشکاران آغاز شود. یو برخی هم دغه داسې ورزشکاران یا هر کار سکهیې له تعداب نه باید درست یو شی جوړ کړي، او دا مسابقه چې اوس شروع سوې دي دا جوانان نوجوانان دي. بسیار خوش هستم از این مسابقه کې تا هنوز مقام سیومه گرفتم. این نفر اول از خدا شاید اول رو بی. و حال وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی آریانا به شما تقدیم می گردد. آریانا از شماست. وضعیت آب و هوا از طرف شرکت هوایی آریانا به شما تقدیم گردید. آریانا از شماست. به همین ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از همراهیتان سپاسگزاریم. شبتان خوش. خدا نگهدار. خبر و سایر برنامه‌های تلویزیونی که در سایت‌های اجتماعی توییتر، فیسبوک و یوتیوب نیز دنبال کنید. شب برنامه‌تان خوش.